دوستان سلام من سلماز برقگیر هستم و شما دارید به پادکست لام تا کلام گوش کنید لام تا کلام یه گفتگوی دوستان است از قلب من به قلب شما و هدفش فقط و فقط کمک به بهتر کردن کیفیت روابط و زندگی شما لام تا کلام نتیجه تحقیقات من و چکیده ای از جلسات کوچینگ و سمینارهای من من تو لام تا کلام از ناگفته هایی میگم که تاثیر زیادی رو کیفیت زندگی ما میذارن و ما به هر دلیلی اونا رو نادیده میگیریم شما امروز دارید به اپیزود 114 همه پادکست لام تا کلام که در بهمن های 402 پخش میشه گوش میکنید و من میخوام در مورد ترس ها و افکار فرش کننده باتون با صحبت کنم و اما داستان ترس های فلش کننده اول از همه بهتون بگم که این اپیزود دقیقا یک چکیده است از تجربیات زندگی شخصی خودم و جلسات کوچینگم روزی نیست که با ماجرای این ترس ها که امروز میخوام خیلی عمیق بهشون بپردازم با کلاینت درگیر نباشم و روزی نیست که تو زندگی شخصی خودم سایش رو نبینم قضیه از اینجا شروع شد که هفته پیش من بعد از مدت ها یه وقت ماساژ گرفتم وقتی که ماساژ رو از من خواست به شکم بخوابم و داشت پشتم و ماساژ میداد من هم که بدم رو شکم بخوابم تو قسمت ناحیه سینه یه حس درد کردم مثلا میخوام بهتون بگم شاید این درد کلا 15 ثانیه طول نکشید اتفاقی که برام افتاد که میدونم الان که من شروع کنم اینو بگم براتون کاملا رزونیت میکنه و شما باش هم باش همین حس رو خواهید داشت در کسری از ثانیه اولین فکری که به ذهنم رسید که نکنی که من توی سینم یه قده ای هست بعد فکر بعدی که به ذهنم رسید دفعه آخری که رفتم آزمایش دادم کی بوده که خب خیلی نزدیک بوده پس خبری نیست دوستای من بد ترین فکرهای روی کره زمین در کسری از ثانیه اومد سراغ من که اگه من اتفاق برام بیفته چی میشه بعد اگه سرطان داشته باشم دیدین سرطان اولین چیزی هم که اومد تو ذهنم سرطان بود وای کجا باید عمل کنم اینجا که خیلی فسفس فس میکنن تا نوبت عمل بشه بعد ببین اینا که دارم بهتون میگم از سرعت نور سریعتر بود بچم چی میشه بعد بعد فلان چیزو چیکار کنم چه چیزایی رو بعد به همسرم دوباره یادآوری کنم اینم هم که همش پاسپورت هوشی من یادش میره بعد یه جایی براش بنویسم یادش باشه یه موقع بلای سر من اتفاقات چی میشه ببین همینجوری این داستان تمام زندگیمو یه دوره کردم جالب اینجا بود که به تمام ریگرت ها هم فکر کردم ریگرت ها یعنی اون چیزی که احساس پشیمونی میکنی که مثلا کجای زندگی از خودم زدم خوب زندگی نکردم از خوشیام زدم خوب زندگی نکردم برای آید اونا رو از دست میدم چه هایی میگیرم همینجوری رفت من یک دقونیم. بعد از اینکه زیر دست این ماساژور بودم متوجه شدم که ایشون داره پشت من روغم میزنه که ماساژ بده و من به تنها چیزی که فکر نمی کنم و تنها چیزی که حس نمی کنم لذت ماساژ گرفتن میتونستم تیک تیک ساعت رو حس کنم من بغض داشتم و حالم بد بود و داشتم به مرگ فکر می کردم. در عرض چی در عرض یه دقیقه و نیم فقط با یه درد کوتاه که هیچی هم نبود احتمالا مثلا بعد دراز کشیده بودم همون سری سریع مچ خودم رو گرفتم که ساماز نگاه کن الان حس چیه بچههایی که مثلث احساس رو شنیدن من راجبش خیلی سوات کردم یه قسمتی از کاگنیتیو بیهیویر تراپیه الان راجبش توضیح میدم با اون تکنیک سریع خودم و تراپی رفتاری شناختی سریع خودم برگردوندم به استیتی که بتونم از لحظه لذت ببرم اصلا آسون نبود شاید 5 6 دقیقه من طول کشید و قشنگ احساس کردم که با یه فکر که منتهی به ترس شد من چقدر حال خودم رو بد کردم چقدر حس خودم و خراب کردم چقدر افکار منفی رو گذاشتم اومد و نوشخار بود رسما یک نوشخاره بسیار بسیار خطرناک بود که تمام ذهن و روح منو گرفت من از این مدل نوشخارها تو زندگی شخصی کاینتام خیلی میبینم از اینی که مثلا یکی از هم هفته پیش احساس کرده بود که دست چپش گرفته مادرش اخیرا با یه مریضی خیلی فوری متاسفانه فوت شده بود به من شروع کرد گفت ببین مامان منم همینجوری مرده منم هم قرار اینجوری ببینم زار میزد بعد گفتم ببین این کی اتفاق افتاده گفت من این سکته است ما تو خانوادهمون هست نکنه من سکته کردم رفتم گوگل کردم حالا جالبه این مدل فکرها این حجوم افکار منفی این مدل نشخارهای فکری بیشترشون مواقعی خیلی قدرتمندن و ما رو آزار میدن که یه جایی قلاب شده باشن به سلامتی ما در واقع تو دو تا قسمت زندگیمون از همه بیشتر ترسی دارن یکی تو سلامتی ما سلامتی فیزیکی ما یکی هم تو روابط ما سلامتی فیزیکی اونجاییه که بد ما رو حکم میکنه مثلا نوه عموی بابایم یکی یه بار تو زندگیش یه چیزی شبیه سکته مغزی زده باشه خدای نکرده تا یه طرف بدنش یه چیزی میشه یه سردت میگیره میگه این تومور من قرار سکته کنم همه چیزم که از نظر پزشکی به هم بس میگه من که دارم شما صحبت میکنم قشنگ دارید این ارتباطات رو میگیرید هدف من از این اپیزود پادکست برای شما اینه که بهتون بگم هر کدوم از ماها توی لحظه حال با تمرکزمون رو افکار منفیمون و تبدیلشون به یک رشته افکار خطرناک منفی و نشخارشون چقدر میتونیم روی کیفیت لحظه روز هفته و زندگی و بدتر از همه روابطمون تاثیر بذاریم همه اینا دست خودمونه که بدونیم در لحظه با فکر کردن به یه چیز منفی چقدر داریم خودمون رو تو باطلاق افکار منفی فرو میبریم و چقدر داریم زندگی میکنیم این قصه ی مریض خیالی رو یادتونه دیگه که شاگرداش میان بهش میگن هی hey, استاد تو چرا مثلا این شکلی هستی چرا آبزیجینا بس مریض خیالی واقعا مریض میشه میره خونه هر کی میاد بشه یه جمله میگه و واقعا باورش میشه مریض میذاره میره دقیقا این اون قسمتیه که ماها با تکرار یه فکر منفی که هیچ پایه و اساسی نداره باعث میشیم که خودمون اول از همه اون فکرها رو باور کنیم فقط با زیادی فکر کردن و نشخارش حالا من این قسمت اولین رو گفتم دیگه مثال بیشتر نمیزنم انقدر مثال هست از شماها میخوام هر کدومتون لطفا توی هر اپلیکیشن پادکست که دارین رو گوش میکنین که اگه تو کست باکس از همه بهتره چون میتونین کامنت بذارین تو کامنت ها بنویسید دفعه آخری که یادتون میاد همین یه ساعت پیش دو ساعت پیش سه ساعت پیش که یه فکر منفی بدون هیچ سند و مدرک خودتون رو دیگه گرفتار اون فکر منفی کردین دفعه آخر کی بوده بنویسید و حالا من میتونم با معجزه قلم کاغذ اینجا رو یه راهکار بهتون بگم باز دوباره میگم پادکست جایی نیست که من یه راهکار بدم شما انجام بدید من فیدبکی به شما نمیتونم بدم پس راهکاری یه طرف است این یه ارتباط یه طرفه من با شماست اینکه شما با اطلاعاتی که من بهتون میدم چیکار میکنین چقدر میرین دنبال کمک تخصصی چقدر رو خودتون کار میکنین اگه با این معجزه قلم و کاغذ به اون نتیجه که میخواین نمیرسین بعد چیکار میکنین دیگه من کاری نمیتونم براش بکنم تا اینجا شه که من حس مسئولیت دارم دارم براتون توضیح میدم اینه که شما با این اطلاعات چیکار میکنین و چه جوری میبرین جلو دیگه با خودتون به مقوله مسلس احساسات با شما صحبت کنم اینو توی یکی از لایو هم توی اینستاگرام گفتم و تا اینجا میام خیلی خلاصه براتون توضیح میدم که به عنوان راهکاری که میتونی خودتون با خودتون تمرین کنین ازش استفاده کنید. یه مسلس بکشین مسلس سه تا زل داره زل پایینیش هست فیزیولوژی شما فیزیولوژی بدنتون اینی که الان در لحظه کدوم قسمت بدنتون وقتی رفتین توی افکار منفی ها کدوم قسمت بدنتون بیشترین درگیری دارید سردرد دارید پادرد دارید معدتون ریخته به هم کمرتونه گردنتونه کجا سنگینه کجا اذیته کجا منقبضه همه اونا رو بنویسید هر چی به ذهنتون میرسه بنویسید بهتونم بگم وقتی ما مضطربیم وقتی داریم نشخوار میکنیم وقتی تو افکار منفی هستیم امکان نداره که بدنمون ریلکس باشه هیچ جامون درد نگیره هیچ چی اذیتمون نکنه اصلا همچین چیزی ممکن نیست زل بعدی هست افکارم ببینیم به چه چیزهایی داریم فکر میکنیم به مریضی داریم فکر میکنیم به اینی که فلانی به من چی گفت به اینی که اون یکی با من چی کار کرد فلانی با من چه برخوردی کرد دیروز رئیسم اینجوری کرد اون یکی همه این چیزهایی که داری فکر میکنی دیگه همه رو به صورت تاپیک و موضوع مینویسی بعد راستی میشه حسامون من الان در لحظه دارم چه حسی رو تجربه میکنم حسام مینیسم، حس ترس حس نگرانی حس اجحاف هرچی که هست حالا برای کل این مثلث یه اسم میذاریم هر اسمی که خودتون دوست داریم بذاریم ماجرای ماساژ مثلا خب حالا کاری که شما باید بکنین چی شما زلعای این مسلس رو بشکنین وقتی میریتون افکار منفی بعد زلعای مسلس رو بشکنین که حالتون خوب شه وقتی اون حسای بد و داری، وقتی من روی تخت ماساژ بودم شروع کردم به شکوندن زلای مسلس یعنی ارتباط تماس از فیزیولوژی به سمت فکرام شکوندم بر هر کدوم از اونام شما به یه کمک تخصصی مسلما احتیاج دارین خصوص اگر این شده نهادینه تو وجودتون دیگه بخش سلولاتونه مثلا من برای من من یه منظره و ویوی از مالدیوس دارم جزیره مالدیوز خیلی اونجا رو دوست دارم اصلا این افق آب با آسمون مخلوط میکسه یعنی وقتی نگاه میکنی لذت میبرین. این ها شد دم. من تا حالا اونجا نبودم و واقعا همیشه وقتی که توی شرایط سختی هم و داره اذیتم میکنه یه لحظه چشام میبندم خودم میبرم تو مالدیوس و از دیدن پل اون منظره لذت میبرم یه آرامشی به من میده اون افق اون درختا اون آب اون رنگ حتی بوش رو احساس میکنم انقدر بهش فکر کردم من اون روز رو تخت ماساژ خودم بردم تو مالدیوس و به اون فکر کردم و قشنگم تنشن داره بدنم میاد بیرون خیلی وقتا میشه موقع رانندگی این اتفاق برام میفته که میبینم اه, اه اه من دارم به چیز بدی فکر میکنم چون مثل اینکه موچای دستم سف شده دور فرمون کم سف شده به چی دارم فکر میکنم و همون لحظه ها تمرکزم کجاست چه حسی رو دارم تجربه میکنم بعد شروع میکنم به شکستن این زلا این تمرین یکی از بهترین تمرینهایی که شما برای خارج شدن از اون سیرکولشن یا چرخش افکار منفی میتونی استفاده کنی این بهترین راهکار برای نشخار فکری فقط اینه که مطلب اینجاست که شما نمیتونی همجو تو هوا انجام بدین دفعه اول حداقل 20 بار سی بار اول باید از قلم و کاغذ استفاده کنید باید همه چیزو بنویسین چون وقتی حتی میگید حتی تصور میکنین به دلیل که ذهن فراره شما رو میندازه بیرون برمیگردونه همونجا مثلا فلان کسایی تو بیمارستان فلان اتفاق براش افتاد ولی فلان کسایی زیر تو رو فلان جا زد ولی به موجی که مینیویسین متوجه میشید که 99 درصد این فکرها نشخاره حجمه افکار منفیه و واقعیت نداره پس میتونین جلوش رو بگیرید اون چیزی که از همه مهمتره برای شما توی این مثلث اینه که متوجه باشید رفتید توش افتادین تو این گرداب این مثلثه به مجردی که میپذیرین تو این گردابید به مجردی که قبول میکنین خودتون عمیقا که آه, آه من دارم یه کاری میکنم که سرم نمیکنه به هم کمک نمیکنه حالم بده افکارم ریخته به هم اونجاست که میتونین دونه دونه این زل آرو ببینین بشکنین به زل بعدی ارتباطش رو جدا بکنین و برای اون میگم اولی اینه که یه جایی رو تصور کنین که میتونین باشین دومی اینه که بر خودتون همیشه موزیکی داشته باشین که شما رو از اون مود بیاره بیرون یعنی یه موزیک افسرده احوال گوش نکنین سومی اینه که میتونین پاشید به خودتون یه های فایف بدین بپرید هوا یه دستتون رو ببرین بالا با اون یکی دست به خودتون یه های فایف بدین یا اصلا پاشید دو تا دراز نشست بزنین خلاصه هر کاری که از دستتون برمیاد که این گوشه ها رو بشکنین حالا خیلی از وقتا ما ناخداگاه چون پروگرام شدیم. چون برنامه ریزی شده مفهومون چون در طول سالها یاد گرفتیم چون اطرافیانمون فقط آدم های منفی بودن خانواده دوست آشنا اصلا اونجا جای امنمونه نمیخوایم از اون مثلث بیایم بیرون خواهش میکنم تشریفتون رو ببرین کمک تخصصی بگیرید احتیاج به کمک داری چون این حجمه افکار منفی و نوشخار در لحظه میتونه باعث شه که ما واقعا یه قسمت بزرگ سلامت فیزیکی سلامت جسمی روحی روانیمون رو قربانی بکنیم من تو تجربه خودم یعنی قشنگ حضور داشتم و دیدم که من چطوری با یه فکر یه دقیقه ای چرا یه درد تو یه قسمت بدنم رسیدم به مرگ بعد چرا بخس کردم چرا اشکم داره میاد آخه چی شد و دیدم که به همون اندازه که من دارم رو افکارم کار میکنم رو خودم کار میکنم اون ذهن ناخداگاه منفی بافم مشغوله یعنی این جنگ جهانی بین من و افکارم بین من و آن چیزی که از بچگی در من نهادینه شده به عنوان منبع استراب نگرانی ترس تا آخر عمرم خواهد بود. دوستای عزیزم ممنونم از توجهتون امیدوارم که این اپیزود به دردتون بخوره یکی از تمرینا که میخوام بکنین اینه که اصر به شب به شب قبل از خوابتون مثلثاتون رو بکشین ببینین چند بار توش بودیم و چه جوری تونستیم بیاین بیرون از تجربه های هر روزتون برای بهتر شدن روزهای بعدی استفاده کنین ناامید نشین این جنگ جهانی بین شما و این افکار منفی تا آخر عمرتون ادامه خواهد داشت باشد که واقعا رستگار شفیم. پادکست انگلیسی هم تیبل این تاعت. دو روز دیگه اپیزود دومش دو میاد امیدوارم که همین جوری به حمایتش ادامه بدین داریم آروم آروم اونجا هم رشد میکنیم مهدی بسیار عزیزم ممنونم از موسیقی متن و مشکان جونم متشکرم که با این عشق و محبت و دقت صدای من رو ادیت میکنی دلتون شاد و تنتون سلامت